ستاره جون خیلی خوش اومدی، خیلی ممنونم ازت که این گفتگو رو پذیرفتی. خب حالا تو از ایران اومدی بیرون، میدونم که خیلی سخت بوده و فیلم برداری این فیلم، یکم از تجربه های اون فیلم برداری و ماجرای فیلم بهمون بگو. خیلی خیلی سخت، سختتر از چیزی که حتی بتونی فکرشو بکنی. اینکه یه گروهی 30 نفره که تازه ما 30 نفر بودیم، چون گروه باید در کمترین تعداد ممکن باقی میموند به خاطر امنیت گروه، همین باعث میشد کار بچه‌ها هر کدوم خیلی خیلی سخت‌تر باشه، چون واقعا هر کس اندازه چند نفر در تیم خودش کار میکرد و اون شرایط پر از استرس، پر از فشار، یعنی بچه‌ها مداوم همش منتظر این بودن که یه اتفاقی بیفته، یا شب در اقامتگاهمون که بودیم فکر میکردیم شاید امشب اون شبی باشه که بریزن اینجا و ما رو بگیرن. بسیار پر استرس، پر فشار و واقعا در حد این که ما مثلا یه جا فیلم برداری داشتیم، یک آدم معمولی شاید وایستاده بود یه جا، میخواست اونجا یه چیزی بخره، چند دقیقه اونجا وایستاده بود، ولی ما مجبور میشدیم نصف روز کارو آف کنیم، چون فکر میکردیم که این چرا اینجاست، این حتما داره ما رو میپاد. خیلی شرایط سخت و پرفشار بود، در موردش میشه روزها و ساعتها حرف زد. توی صفحه اینستاگرامت نوشته بودی که این پاسپورت هویت من نیست، قابش کن. ظاهرا پاسپورت تو ازت گرفتن، تو چطوری تونستی که خارجی از ایران؟ با پاهام. من با پای پیاده از مرز خارج شدم. خیلی سخت بود، خیلی خیلی زیاد، ولی نمیخواستم توی این جنگ اونی که میبازه من باشم، به خاطر اینکه من همه چیم آماده رفتم بود، یعنی من خونه که عاشقش بودم رو تحویل داده بودم، وسایلی که همه رو دونه دونه با عشق خریده بودم فروخته بودم، همه زندگیمو کرده بودم دو تا چمدون و ویزا داشتم، ویزای تالنت فرانسه رو داشتم، آماده رفتن بودم و تازه خیلی قبل‌تر از بلیتم خودم رفتم فرودگاه، چون احتمال میدادم که قرار ممنوع خروج بشم، شاید چون دیده بودم که کسای دیگری شدن. با یه کوله پشتی رفتم فرودگاه که فقط ببینم رد میشم یا نه، که همونجا همون چک پاسپورت اول اصلا یک ثانیه بعد اومدن بالا سرم و گفتن بیا اینجا ببین. پاسپورتمو گرفتن و یه نامه دادن، گفتن بعد برید دادگاه انقلاب دنبالش، و من برگشتم خونه، چند ساعت خوابیدم، از خواب بیدار شدم، تصمیم گرفتم که همه چیز رو بذارم برم و یه کوله پشتی برداشتم، موبایلم رو روشن گذاشتم تهران توی خونه که ردیابی نشم و تهران رو ترک کردم. خب تو خیلی شجاعی و ما این شجاعت رو قبلا هم از تو دیده بودیم. روی دستت نوشتی 333 و گفتی این شماره شناسنامه پدرت هست. توی اون ویدیو سر خاک پدرت میگی شما همتون قاتلین. این شجاعت از کجا میاد ستاره؟ خیلی ممنونم که اینو بهم میگین، این که از این، و من فکر میکنم اگر شجاعتی هست من اینو خیلی زیاد مدیون خانوادمم، مخصوصا مادرم. مادرم بسیار زن شجاعیه و هر قدمی که من خواستم بردارم مادرم همواره به من گفته فقط برو. مثل همین خارج شدن غیر قانونیم از مرز، این برای هیچ خانواده‌ای فکر نمی‌کنم آسون باشه، اما من به طرز عجیبی حمایت مادرم و برادرمو داشتم. بهم میگفتن فقط برو و نگران هیچی نباش، با اینکه من میدونستم تن و بدنشون داره میلرزه، یک ثانیهشون آروم نیست، ولی بسیار شجاعن و همیشه این شجاعتو به من هم دادن. ستاره تو به نوعی الان یکی از سمبول‌های زن زندگی آزادی هستی، خودت هم نوشته بودی زن زندگی آزادی تا ابد، و این دخترهای فیلم محمد رسولوف که حالا همه ازشون حرف میزنن اومدن بیرون از ایران، پیامت برای دخترای داخل ایران چیه؟ من فکر میکنم که تا جایی که میتونن خودشون باشن، کاری که خودشون دوست دارن رو انجام بدن، نذارن کسی سانسورشون کنه. شاید فکر کنن آسونه از یه جای دیگه نشستن و اینا رو گفتن، نه آسون نیست، من میدونم که سخته، ولی چون خودم همه اون کارا رو کردم فکر میکنم همه میتونن بکنن. خب حالا به من بگو که آرزوت برای آینده چیه و برنامه چیه کلن، حالا که بیرون از ایرانی در زمینه سینما هنر؟ راستش هنوز نمیتونم خیلی بگم برنامه دقیقی دارم، چون میدونی من الان پاسپورت ندارم، من فقط یه برگه داشتم برای مجوز تردد که تونستم باهاش به فرانسه بیام و به جشنواره برسم. بدون داکیومنت خب یه ذره برنامه ریزی سخته، میدونی، یعنی من خب نمیدونم اصلا باید چی کار کنم، کجا میتونم بمونم، چجوری میتونم پاسپورت داشته باشم. تا وقتی که تکلیف این چیزا در زندگی مشخص نباشه خیلی نمیتونم برنامه ریزی دقیقی داشته باشم، ولی آرزوم آزادی ایرانه، واقعا آرزوی من آزادی ایرانه. عزیزم روی دستت یه نخل داری، گفتی این نشونه است. آره این نشونه است، من فکر میکنم این نخل واقعا یه نشونه است، چون من اینو یک سال و نیم پیش شدم بیشتر این تتو رو گرفتم و امروز اینجا هم در کن، نمیدونم
این داره یه چیزی میگه فکر کنم. عزیزم امیدوارم که اتفاقای خیلی خوبی برای تو، برای فیلم بیفته، برای راه آیندت. و پیغام آخر، حرف آخر برای مادرت که شجاعت به تو داده و برای همه زنان شجاع ایران و مقاومت. عاشقشونم، عاشق مامانمم و عاشق تمام زنای ایرانیم، مخصوصا زنای گروهمون، گروه فیلم دانه انجیر معابد. خیلی متاسفم که ما سهیلا و میثاق عزیزم رو اینجا نداشتیم. دوستام بهشون بگم که خیلی دوستشون دارم، خیلی جاشون خالیه، خیلی زیاد، و از بزرگی و شجاعتشون یاد میگیرم.